امروز یه اتفاقی افتاد، چون ما از پارسال دنبالش بودیم. یک از همکارای بازنشسته ایده ای داشت، چون پسرش تو زمینه زالو درمانی فعالیت میکرد. پدرشون بعد از بازنشسته شدن به جهت اینکه به نوعی همکار بشن، حتی قرار به نوعی ما هم باشون همکاری کنیم، مشارکت داشته باشیم، ایشون در شمال یک مزرعه رو ایجاد کردن برای پرورش زالو. بعد خب می‌دونیم زالو یک پدیده نوعی هست تقریبا تو ایران و اختلافش هم بسیار زیاد شده. چون زالویی که 2 سال قبل 5000 تومان بود، الان شده بالای 30000 تومان. از کشور اروپایی میخوام قیمت رو ببینیم چقدر. اروپا منظور آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و حتی کشورهای روسیه و اوکراین، معنی با قیمت دلار بخوام در نظر بگیریم، خیلی فراتر از این هاست. اختلافش بسیار زیاده. واقعا میتونیم بگیم جایگزین خیلی از صادرات های دیگه میتونه باشه. خب ما یکی از دوستانمون توی منطقه اطراف جواد آباد برامین یه همچین مزرعه رو داشت با تمام استانداردهای آلمان، چون آلمان این مزرعه رو زیر نظر داره، دوربین گذاشته، تمام فرایندش رو داره کنترل میکنه، چون لیسانس اونجا رو داره و این محصولات رو آلمان میخره، حتی با یک نمایندگی که تو ایران هست. رو همین جهت این بالاترین استاندارد تولید زالو رو تو ایران داره. حالا قرار شد که من شماره‌اش رو شما بدم، شما باش صحبت کنین و یک ارتباط اینجوری هم با دوستانی که اروپا هستن یا آمریکا یا جای دیگه بتونن ارتباط داشته باشن. خب این اتفاق افتاد و ایشون گفت که ما حاضریم حتی آموزش بدیم به افرادی که تو روستاها هستن و چندین نفر آموزش دیدن و توی اتاق‌های کوچیکی که دارن یا تو زیرزمینایی که دارن، تو فضای حداقلی که دارن، با همون حداقل کارشون رو شروع کردن. یعنی خیلی نیازی به سرمایه آنچنان نیستیه و داره اطلاعات عمومی و یک فضای کوچیک تا بعد برسه به یک فضای خیلی بزرگ با تکنولوژی بالا. بیشتر اون علمشو میخواد تا بگیم خیلی تخصص فنی بالایی یا تجهیزات خیلی پیشرفته. چون در بعضی جاها تو روستاهای شمال حتی میبینیم در طبیعت زالوها زاد و ولد میکنن، پرورش پیدا میکنن. خب این ارتباط برقرار شد و قرار شد با هم همکاری کنن. این کار ما تا بعد از ظهر بود. خب یکی دیگر دوستان یک مزرعه داشت به حدود تقریبا 12 هکتار. بعد یکی دیگر دوستانی که علاقمند به مسائل تاریخی بود، ایده ای داشت، میخواست که در یک فضایی که کسی این فضا رو داره یا مزمین یا مزرعه داره، میخواست بیاد ماکت تهران سال 1200 رو بسازه. یعنی ماکت تهران سال اول قاجار، یعنی 1210 که آقا محمد خان اومده، حتی میتونه بگیم 10 سال قبل از اون، یعنی اواخر حالا بگیم دوران زندیه یا دوره افشاری یا در اصل بگیم آغاز قاجار. که خب من بهش گفتم من عکس دارم ماکت، میتونم براتون بگم که اینجوری بسازید، مثلا عکس‌های قدیم محله‌های مختلف تهران در دوران صفویه، در دوران افشار، زندیه و حتی اول قاجار، که به این شکل ماکت ساخته بشه، هم برای اقامت باشه، هم برای پذیرایی باشه و هم برای که بمونن شب و حتی از فضای اونجا استفاده کنن، با تمام محصولات طبیعی، یعنی فرآورده‌های دامی، لبنی، حتی تخم مرغ، اینها همه چی از همون مزرعه فراهم بشه، چون این امکان وجود داره. چون هم استخر داره برای اینکه بحث آبیاری مشکل نداشته باشه و هم این بحث به اصطلاح این بحث انواع محصولات کشاورزی، حتی انگور و انجیر، انار و محصولات صیفی، که اینم داره حل میکنه. بعد به غیر از این، حالا بعد همینطور یک سری ماکت های تاریخی که از تهران در اون دوره بوده که در این فضای کوچیک بازسازی بشه. حالا این خلاصه بود از کارهایی که امروز انجام شد. حالا قرار شد که به غیر از این در جاهای دیگه هم دنبال فضا بگیم که بتونن این پتانسیل رو یاد کنن. حالا این خلاصه درگیری کاری امروز ما بود روی منطقه برامین تا شریف آباد، جواد آباد، پاکدشت، کل منطقه جنوب شرق تهران رو امروز تقریبا دور زدیم. تا رسیدم خونه یافته بودم که پیام اومده چرا تو گروه نمیان. بله منتظرتون بودیم، چون به هر حال دوستشون تشریف داشته باشین.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین و اخبار جدیدی که در زمینه کار توریسم به هر حال تو زمینه پرورش اسب هم آقای دوکار تو شیراز این امکان رو دارن، یعنی هم تربیت هست هم پرورش هم سوارکاری برای سنین مختلف و حتی جاهای دیگه هم هست، مثلا در مزرعه خورشید در نزدیکی دماوند هم این امکان وجود داره و در بسیار جاهای دیگه. حالا بعدا سر فرصت